فکر نکنم کسی باشه که قصه آدم و حوا رو نشنیده باشه. اینکه باری تعالی آدم و حوا رو درست میکنه و اونا رو از خوردن همین سیبی که ما بهش نگام نمیکنیم من میکنه، ولی اونا گوش نمیکنن و از بهش ترد میشن. بعدم روی زمین دو تا پسراشون سر زن گرفتن با هم حرفشون میشه، آبیل تقلب میکنه و مردود میشه، میزنه هابیل رو میکشه و از نظر دینی چیزی به نام فساد متولد میشه. با بزرگتر شدن جوامع بشری و افزوده شدن کلی قانون مدنی و عرفی، مفهوم فساد از قالب دینیش خارج شده و به حوزه اقتصادی و اداری وارد شده. حالا برای شروع بیاییم ببینیم فساد چیه؟ هر تعریفی که از فساد داشته باشیم، همیشه سه چیز در اون تعریف مشترکه: قدرت، زیر پا گذاشتن قانون و نفع شخصی. شاید بشه گفت هر جا این ستا رو با هم دیدین، اونجا فساد هست. چی هست؟ اونجا فساد هست. باشه. اولیش که رشوه خواریه که بعید میدونم معنیشون ندونین. از پول چایی به یه آبدارچی بگیر تا پول به افسر راهنمایی رانندگی که جریمت نکنه. دومیش جعله که دادن اطلاعات اشتباه برای گرفتن امتیازه. پارتی بازی، یعنی هوای دوستا و همگروه ها رو در توزیع منابع داشتن بدون توجه به شایستگیشون. حالا این میتونه از استخدام در مشاغل دولتی باشه تا ارتقای شغلی بگیر و برو. با زبونم لال، انتصاب اعضای کابینه از میان رفقا و همکلاسی ها. چهارم هم که سوء استفاده از اموال عمومیه که مطمئنم هیچ کدومتون اهلش نیستین. از استفاده شخصی از ماشین اداره تا سفر یه مقام دولتی با اهل و عیال و دوستان و آشنایان تحت عنوان ماموریت دولتی. و اما اختلاس، یعنی دست اندازی به دارایی هایی که قانوناً به کسی در مقامی رسمی به امانت سپرده شده. حالا چه زبونم لال این دارایی ها توسط نامحرم بهش دست اندازی بشه، چه جابجا بشه. و آخر سر اخاذی، که معمولاً با زورگیری و خفتگیری اشتباه میشه و در حقیقت استفاده از قدرت و مقام برای وارد کردن فشار به دیگران برای دریافت پول یا اطلاعات یا هر چیز با ارزش دیگه ایه. مثلا اگه خدای نکرده شما به افسر راهنمایی پیشنهاد پول بدین میشه رشوه، ولی اگه اون بی وجدان شما رو مجبور به این کار بکنه میشه اخاذی. خب اگه عمری برای ما و حوصله‌ای برای شما باقی بمونه، در بخش‌های بعدی انیمیشن‌های مردم ناظرن به دلایل وجود فساد، پیامدهای فساد و راه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد خواهیم پرداخت.